درود بر شما. بیژن آتشینجان هستم از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. امروز با قسمت 14 از سری جدید پادکست سکولار دموکرات ها در خدمت شما هستم. موضوع این هفته ما بازگشت ایران به قرون وسطاست. حکومت اسلامی مسلط بر ایران سال هاست که با اعمال احکام شرعی بر تمام نهادهای حکومتی مردم ایران رو از رسیدن به عصر مدرن محروم کرده و مردم ایران با وجود سابقه تاریخی دوران مشروطه، یعنی زمانی که کلید حرکت از جهان کلاسیک و سنتی به سوی مدرنیسم زده شده بود، در حال حاضر در جهانی سنتی گیر کردند. ویدیو کلیپی که در ادامه این پادکست خواهید دید برگرفته از مقالات دکتر اسماعیل نوریالاست که تحصیلات خود رو در رشته جامعه شناسی سیاسی گذروندند و هر هفته در پادکست های ما نقش کلیدی دارند. با هم ببینیم و بشنویم. ما ایرانیان نمیتوانیم از کنار تغییری که چند قرن پیش در دورانی که با نام عصر روشنایی در اروپا رخ داد و نتایج آن رنسانس یا نوزایی نام گرفت به آسانی رد شویم، چرا که امروز هم نتایج آن اتفاق در درون ذهن تک تک ما حضوری کارآمد دارد. در واقع این تنها اروپا نبود که در عصر روشنایی و در پی آن عصر انقلاب صنعتی دستخوش تغییری عظیم شد، چرا که از آن پس جامعه اروپایی تبدیل به نمونه و سرمشقی شد که بقیه دنیا باید خود را مطابق آن بازسازی کند. آنها که به خرافات فلسفی معتقدند، گاه از این جهش تحولی با عنوان جبر تاریخ و گاه با نام حوالت تاریخی یاد می‌کنند. عصر روشنایی به همراه خود جهانبینی، فرهنگ و تمدن جدیدی را خلق کرد که با آنچه اروپا تا آن زمان داشت متفاوت بود. به همین دلیل در اندیشه اروپایی نیز میتوان به دو دوره تاریخی اشاره کرد، دوره کلاسیک و دوره مدرن. عامل اصلی این تفکیک تاریخی هم اندیشه‌ای بود که از آن پس با نام اومانیسم شناخته شد و امروز ما آن را در فارسی به انسان مداری ترجمه میکنیم. در دوره کلاسیک همه چیز بر مدار خدا میگشت و در دوران مدرن انسان جای او را تصاحب کرد. توجه کنیم که این برخلاف ادعای نیچه آلمانی که نوشت خدا مرده است، به معنای آن نبود که مردمان دینداری را کنار گذاشتند و منکر وجود خدا شدند، بلکه بدان معنی بود که باور به وجود خالق و رفتار کردن بر طبق اراده او تبدیل به یک امر شخصی و خصوصی شد. حالان که در سطح زندگی اجتماعی که شامل سیاست، قانونگذاری و علم می شود، دیگر برای رعایت احکام اجتماعی که مدعیان پیامبری خداوند بیان کرده بودند وجود نداشت و در این حوزه ها انسان و تصمیمات او مرکزیت یافتند و اکنون اوست که بنابر مقتضیات زمانه تصمیم می گیرد، قانون می گذارد و زندگی اجتماعی خود را مدیریت می کند. بیایید با هم به بررسی ویژگی های کلی دوره کلاسیک بپردازیم. دوره ای که در آن مرکزیت جهان فردی و اجتماعی با خداوند و اراده تغییر ناپذیر او بود. جامعه بر اساس شریعت و سنت اداره می شد. حاکم بر مردمانی که رعیت خوانده می شدند سلطه خودکامه داشت و بر اساس سنت و شریعت و توارث حکومت می کرد و قلمروی حکومتش را زور شمشیر معین می کرد. اما اندیشه موسوم به انسان مداری به عنوان حاصل عصر روشنایی و نوزایی همه چیز را تغییر داد. مرکزیت همه چیز به انسان و تصمیمات قابل تغییر او داده شد. قوانین دست ساخت انسان سرمنشأ تنظیمات جامعه شدند. قلمرو حکومت کشور خوانده شد. رعایای سابق جمهور مردم و ملت و شهروند خوانده شدند و حکمرانان مستخدمین آنها محسوب گشتند و این مردم بودند که مستخدمین خود را از طریق انتخابات برگزیدند. بدین سان در پی رنسانس عصر روشنایی اروپا و ظهور نتایج شگرف آن در زندگی اجتماعی، جوامع مختلف دیگر نیز که شاهد این نتایج بودند دچار تبی متحول کننده شده و در مسیر خروج از جهان کلاسیک و ورود به جهان مدرن افتادند. امروز اصطلاحاتی نظیر عقب افتاده، عقب نگاه داشته شده، در حال توسعه و توسعه یافته بیانگر وضعیت‌های مختلف جوامع گوناگون هستند.
از آنجا که جمعیت یک جامعه یا ملت آن یک دست نیستند، همین امر باعث می شود که در داخل یک جامعه نیز چند گونه از مردم وجود داشته باشند. آنها که در جهان کلاسیک ماندگارند، آنها که شیفته جهان مدرنند اما حرکتشان به سوی آن کند است و هنوز نمی توانند زنجیرهای جهان کهن را از دست و پای خود باز کنند، و آنها که در ذهن خود به همه هنجارها و ارزشهای جهان مدرن رسیدند، هرچند که هنوز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور خود را تشکیل نمی دهند. نتیجه این چند گونگی وقوع تلاطم دائم در جامعه است. بخشی از جامعه که به منشأ زور و قدرت دسترسی می‌یابد، می‌کوشد تا فرهنگ خود را با توسل به زور و اجبار بر کل جامعه تحمیل کند. تحولات اجتماعی کشور ایران یکی از بهترین نمونه‌های آزمایشگاهی را در برابر یک دانشجوی جامعه شناسی تاریخی قرار می‌دهد. ایرانیان تا اواخر عصر قاجاریه در جهان کلاسیک می‌زیستند و تنها بخش کوچکی از جامعه که روشنفکران آن عصر خوانده می‌شدند، از آنچه در عصر روشنایی اروپا اتفاق افتاده بود خبر داشتند و می‌کوشیدند تا جامعه خود را از عصر کلاسیک بیرون کشیده و آن را به قافله جهانی که در جاده مدرنیسم حرکت می‌کرد برسانند. و همانها بودند که یک قرن پیش به انقلاب مشروطه شکل و سامان دادند و در پی آن ایران هم از یک قانون اساسی اروپایی برخوردار شد و ظاهراً از دوران کلاسیک خود برید و وارد دوران مدرن خود شد. اما نکته مهم آن است که در ایران پس از انقلاب مشروطه، مدرن شدن با معنای غربی شدن اشتباه گرفته شد و تأثیر این امر راه افتادن مبارزات ضد استعماری بود که در افتادن با غرب را در خود داشت. به طوری که مثلا وقتی حسن تقی‌زاده از مبارزان انقلاب مشروطه و نماینده مجلس در دوران رضاشاه اعلام کرد که ما باید سرتاپا غربی شویم و منظورش مدرن شدن بود، مخالفان این نظر را تسلیم شدن در برابر نیروهای استعماری قلمداد کرده و علیه آن تبلیغ می کردند. به هر حال در دوران رضاشاه که به وسیله علاقه‌مندان به مدرن شدن ایران پشتیبانی می‌شد، بسیاری از نهادها و ارزش‌های دنیای مدرن در ایران مطرح و گاه بر کل جامعه تحمیل شد و روشنفکران و حاکمیت کشور حرکت خود را از خروج از دوران کلاسیک و ورود به دنیای مدرن ادامه دادند و پا به پای آن روند دوپاره شدن جامعه و ملت ایران نیز اتفاق افتاد. متاسفانه جنگ جهانی دوم و تقسیم شدن جهان مدرن به دو دنیای شرق و غرب و آغاز جنگ سرد میان آنها ضربه ای اساسی را بر پیکر تازه جان گرفته روشنفکری ایران وارد کرده و آن را نیز به دو اردوگاه طرفدار شوروی کمونیستی و طرفدار اردوگاه سرمایه‌داری به رهبری آمریکا تقسیم نمود. اما هنگامی که واقعه 28 مرداد 1332 در ایران رخ داد و هر دو گروه از روشنفکران دیدند که آمریکا به تغییر رژیم کمک می‌کند و شوروی هم از طرفداران خود حمایت نمی‌کند، آنچنان از هر دو که دو جلوه از جهان مدرن بودند سرخورده شدند که مهمترین شعار روشنفکری دهه 1340 یعنی بیش از نیم قرن پیش در دو صورت جلوه‌گر شد. نخستین آن اندیشه نه شرقی نه غربی و دومی صورت آن که مکمل قبلی نیست شد، اصطلاح غرب زدگی بود. جلال آل احمد این دو نظر را در کتاب خود به همین نام ادغام کرد و نوشت: ما رفتیم که غربی شویم اما غرب زده شدیم. شاید اگر ما به جای واژه غرب واژه مدرن را به کار ببریم، بیشتر متوجه منظور آل احمد شویم و متوجه شویم که چرا اندیشه او را میتوان به عنوان راهگشای دور زدن و بازگشت جامعه به سوی دوران کلاسیک تلقی کرد. او میگفت حال که نتوانستیم جز در ظاهر غربی شویم، پس دور میزنیم و از مسیری که انقلاب مشروطه به روی ما گشوده بود برمیگردیم. به این ترتیب شاهد وجود جمعیت‌هایی شدیم که حرکتشان برعکس بوده و به دلایل مختلفی در مسیر خروج از مدرنیسم و بازگشت به عصر کلاسیک قرار گرفتند. اما این بازگشت به کجا بود؟ نخست از خیشتن خیش سخن گفته شد و سپس این خیشتن به راهنمایی کسانی همچون آل احمد و علی شریعتی در قامت اندیشه موسوم به اسلام سیاسی جلوه کرد. اندیشه‌ای که ضد غرب و ضد مدرنیسم بود. در واقع این عصر کلاسیک بود که به نام اسلامیسم علیه عصر مدرن قیام می‌کرد و به جامعه پیش رونده به سوی مدرن شدن فرمان ایست و بازگشت می داد.
اکنون 4 دهه تمام از این تلاش برای بازگشت می‌گذرد و وقت آن رسیده است تا بتوانیم میزان پیروزی بخش عقب مانده جامعه بر بخش پیشرفته آن را ارزیابی کنیم. در کار سیاست ما همون روش رو در پیش بگیریم که امام علی داشت. گفت که من ذاتاً فوق خطا نیستم، شخصاً فوق خطا نیستم. یعنی اوست که نظارت میکند برای این که این ایدئولوژی درست اجرا میشود. مقدسترین و محکمترین پیوندی که افراد انسانی ده در این جامعه از نظر عقیده اونها به هم وصل میکند اشتراک اونها در قبله است، یعنی در میعادها. انقلاب پیش روی ایران که علیه حکومت اسلامی عمل می کند چیزی نخواهد بود جز انقلاب مدرنیزم که در قامت سکولار دموکراسی نمایان شده است. به نظر می رسد که کشورمان به مدد جوانان مدرنش می رود تا به جاده پیشرفت خود به سوی مدرن شدن بازگردد و راه رفته را از هر کجا که متوقف شده از سر گیرد. این ویدیو کلیپ نمایش دهنده روند تاریخی تلخی بود که در کشور ما رخ داده و نتایج اون همچنان زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. وقتش شده که مثل همیشه به نشست آنلاین جمعی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم و نظر اونها رو بشنویم. آقای امیر جوانپیکر، بفرمایید. خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست. بله، سپاسگزارم خانم قیاسفند. عرشبت خوب، اولا دستتون درد نکنه، بسیار ویدئوی زیبا و عالی بود، خیلی هم با کیفیت محتوایی و مفهومی. به اصطلاح من از دیدن این ویدئو تنها چیزی رو که به ذهنم میرسه در کلیتش اینه که این روند وقتی که آدم نگاه میکنه اون چیزی رو که توی این روند به چشمش میخوره مسئله فرهنگ، یعنی ما نشون میده که ما مشکلمون در واقع مشکل فرهنگی، ولی شوربختانه حل این مشکل منوط میشه به حل مسئله سیاسی کشور، چون در همون تاریخ قبل از دوران قبل از این انقلاب هم مشکلی که ما داشتیم عدم آزادی های سیاسی بود، عدم مطبوعات آزاد بود و بیان، آزادی بیان. اگرم به تاریخ درست نگاه بکنیم تو این 115 سال تاریخ مشروط ایران ما میبینیم که در جای جای اون از همون ابتدا مشکل اصلی که وجود داشته اصل فرهنگی جامعه بود، تأثیری که روحانیت و تشیع و اون در واقع منتالیته شیعه‌گری که در جامعه وجود داشت و بخصوص در خود همین روشنفکرهایی که در اون زمان به راستی منور الفکر نام داشتن، یعنی ما خیلی کم داشتیم آدم هایی رو که واقعا انتلکتوئل باشن، همونها هم دارای با اینکه انتلکتوئل بودن ولی اونها هم دارای اشکالاتی بودن. به طور نمونه مثلا یکی از روشنفکران صدر مشروطیت همه میشناسن، میرزا آخوند کرمانی،
خب در واقع یکی از سردمداران ناسیونالیسم ایرانی بود. ولی همین مرد که جانش رو در این راه گذاشت، این در نامه‌ای به آخوندزاده می نویسه که روحانیت از سیاست می ترسن و شما بهتره که تلاش کنید اونها رو بیارید در صحنه سیاست و اونها حکومت رو به دست بگیرن و حکومت کنن. چرا؟ چون که به شدت با ناصرالدین شاه مخالف بود و برای سرنگونی اون حاضر بود که یه همچین نامه رو بنویسه که خود آخوندزاده هم جواب بسیار دندان شکنی بهش میده. یا در رابطه با تقی‌زاده که الان صحبتش شد، وقتی که این جمله معروف رو گفت، در واقع تقی‌زاده یکی از انتلکتوئل هایی بود که درست فهمیده بود مسئله رو. اون درک کرده بود که جامعه ما، جامعه روشنفکری ما، اون الیت جامعه ما درکی از در واقع تاریخ روشنفکری و تاریخ رنسانس به طور واقعی نداره، اونو به صورت یک رویداد نگاه میکنه، نمیتونه اینو، درکی نداره از اون. امروز ما در کتابای آرامش دوستان این نگاه رو میبینیم، این نقد رو راستی میبینیم. شاید واقعا آرامش دوستان یکی از انتلکتوئل های واقعی جامعه ایران، فیلسوفیه که داره این مسائل میگه، در خویشاوندی پنهانش اشاره بسیار درستی میکنه به این منتالیته شیعه گری در درون جامعه و چگونه این منتالیته حتی در شکل اون گرایش های به مسلک های دیگه یا ایدئولوژی های دیگه مثل مارکسیسم هم کاملا حاکمه. یعنی حتی یک مارکسیست هم که در اون دوران بود، همون به قول خود آرامش دوستان دین خویی رو داشت که تشیع داشت و این جامعه ما رو از حرکت واداشته بود. در واقع ما جلوات مدرنیته رو میدیدیم در جامعه، ما جلوات مدرنیسم رو میدیدیم، ولی مدرن نبودیم. مدرنیته فقط شکلش پیاده شده بود و این نشون میده که واقعا ما هنوز که هنوزه مشکلمون مشکل فرهنگیه. ما همین الان در همین اپوزیسیون شما میتونید به راحتی مشکل رو ببینید. در هر رابطه پشتیبان به مراتب کمتر از دشمنه. هر حرکتی که در اپوزیسیون میشه، چه درست باشه چه غلط باشه، پشتیبانانش به مراتب کمتر از دشمنانش، دائما در حال جنگ و جدال با هم دیگر. درست اون جریانی که در اون موقع بود و این جنگ و جدالا بر رسید به همون مسئله نه شرقی نه غربی و بعدم غرب زدگی و بعدم آدمایی مثلا من، البته جلال آل احمدی یا شریعتی رو ابدا روشن فکر انتلکتوئل نمیشناسم. اونا کسایی هم که در واقع به قول آقای آجودانی اینا انتلیجنسیان، اینا کسانی هم که یک عقیده دیگر رو، یک نظریه دیگر میتونن بیارن در یه جای دیگه با خوبی بازش کنن، تفسیر کنن و تا همین تفسیر هم از راه رو غلط میکنه، یعنی اشتباه به وجود میاره. ولی انتلکتوئل نظریه مال خودش، انتلکتوئل کسی که نظریه میده، نظریه فلسفی میده، نظریه اجتماعی میده، نظریه سیاسی میده. آقای طبری، احسان طبری هم خب خیلی کتاب می نوشت، خیلی هم مطالعه داشت، خیلی هم سواد داشت، ولی واقعا یک انتلکتوئل نبود به معنی واقعیش. او هم یه چیزایی رو می گرفت می آورد همونا رو می گفت و واقعا احسان طبری و نوشتهاش تجلی یا مصداق بارزیه برای همین امر که عرض کردم خدمتتون که اون دین خویی آقای دوستدار در او به صورت کامل متجلی. مارکسیستی که تفسیر قرآن میکنه و حزبش پشتیبان یک جریان ارتجاعی مذهبی. ببخشید زیاد صحبت کردم، خیلی ممنون باشم. خیلی ممنون، مرسی. آقای جوانپیکر، فقط خواستم این رو تاکید کنم که توی این ویدیو در واقع آقای شریعتی و جلال آل احمد به عنوان کسانی که اون زمان به عنوان روشنفکر محسوب شده بودن و این اشتباه وجود داشت که
نواندیشان دینی روشنفکر هستن و اتفاقا آقای دکتر نوریالا یک مقاله بسیار جالبی راجع به تفاوت این دوتا در پاسخ به آقای سروش نوشتند که به نظرم ارزش خوندن رو داره. ولی ممنونم از اشاره که کردید. بله منم کاملا با شما هم عقیدم که اینها اصلا روشنفکر نبودند. اما نفر بعدی که نوبت گرفته آقای محمود عبتایی. بفرمید، خواهش میکنم آقای عبتایی. آقای دکتر شما خودتون صحبتی داشتید در این مورد، منو ببخشید. خب من چند تا نکته رو دارم که اضافه کنم، ولی فکر میکنم اجازه بدید که دوستان دیگه صحبت بکنن. در پایانش من میتونم یه جمع‌بندی از آنچه که گفته شد، به خاطر اینکه این ویدیویی که در گذشته تهیه شده بودش ناظر بر این بودش که ما در گرفتار این دوتا مسئله هستیم، اما به راه حل اشاره نمی کرد که حالا که ما گرفتاریم چجوری به حلش بکنیم. و اون رو من فکر کردم که شاید بتونیم مثلا تو جلسه امروز کمی راجع بهش صحبت بکنیم. اینه که ترجیح میدم دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن، بعد من مثلا یه جمع‌بندی بکنم. حتما، خیلی ممنون. آقای محمود عبتهی، وقت در اختیار شماست. ممنون از شما. عرض کنم که اگر که مرکز مدرنیته رو، اونچه که در هسته مدرنیته هست، روشنگری در نظر بگیریم به معنایی که کانت بهش میپردازه، اینه که در واقع ما انسان از یک مرحله میگذره از خردسالی یا صغیر بودن به اصطلاحی که علمای دینی میگن، وارد بزرگسالی میشه. یعنی که انسان برای خودش تصمیم میگیره با عقل خودش، با ریزن خودش و بر اساس اون عمل میکنه و فقط مختص به دانستن نمیشه. یعنی که باید بدونیم که ما بایستی به عقل خودمون متکی باشیم و بعد شجاعت اون عمل کردن رو داشته باشیم و در واقع انرژی کار رو. یعنی دو چیزی که سه چیز اگر بگیم ما نمیشه: نادانی، مردلی و تنبلی. اینا هست که ما نمیشه که اون روشنگری بروز بکنه، در یک جامعه پدید بیاد، ایمرج بشه. راهش اینه که خب در واقع انسان از کودکی به بزرگسالی برسه کار سختی است. عنوان یک مجموعه، مثلا ما راجع به ملت خودمون صحبت میکنیم، فرض بگیم این مرحله است که ملت ایران در این قرن گذشته داره بزرگسال میشه. بزرگ بودن سخته، کودک بودن آسونه. برای آدم خیلی چیزها رو تصمیم میگیرن، میگن که این کار بکن، اون کار نکن، این سخته، این آسونه، و عادت میکنه آدم به این. برای آدم راحت تره که خودش رو درگیر این مسئله نکنه. و خب این اولین قدم رو برداشتن، مثلا من این رو از خود مثالی که کانت میزنه استفاده میکنم، مثل این که میخواد راه رفتن رو یاد بگیره. اولین قدم رو برمیداری، میفتی، دومین قدم، و یه مقدار احساس ترس ایجاد میکنه در آدم که این کار جدیدی که من دارم میکنم، بزرگ شدنم با خطر هست، اول باید در این خطر غلبه کرد. و در این مدت هم این ملت ایران که در این میان گرفتارن، دقیقاً وقتی برگردیم با این نگاه بهش نگاه کنیم، متوجه میشیم که همه احساس ترسه که ما این مسیری که داریم میریم چه میشه، همین که گاهی اوقات تنبلیست. ولی همونجور که تو صحبت آقای جوان پیکرم بود، عامل اصلی اون فرهنگیست که بر ما در واقع مقلد بودن رو میخواد بقبولونه، که ما به عنوان مقلد باشیم و این روشمون باشه. خب اولی مثلا که ما باید بپذیریم که بایستی سختی رو تحمل کنیم، هزینه هایی داره که از این مرحله بخوایم خارج شیم. ولی یک لازمه داره برای اینکه بتونیم از اون مرحله خارج شیم، یعنی برای اینکه بتونیم بر عقل خودمون عمل کنیم. وقتی که کانت این رو میگه، منظورش این نیست که ما فقط در محیط خصوصی خودمون این کار رو بکنیم. میگه public use of one's reason، یعنی که استفاده عقل در محیط عمومی، یعنی که یک نفر بتونه در زمینه‌های گوناگون صحبت کنه و اون رو به معرض عموم بگذاره بر اساس عقل خودش، یعنی بر اساس عقل صحبتی رو بکنه که در برای مخاطب عمومی باشه.
این احتیاج در همه زمینه‌ها ممکن باشه، این احتیاج به یک آزادی داره دیگه، یعنی آزادی باید باشه که این اتفاق بیفته. خب خود این آزادی رو ایجاد کردن نیاز به یک سیستمی داره که این آزادی رو تضمین بکنه، اون حکومتی است که این آزادی رو تضمین میکنه. حالا این خودش مثل یک سیکل معیوب میشه دیگه، اون حکومت رو یک مردمی که به عاملیت رسیدن ایجاد میکنن. من فکر میکنم الان در حال حاضر برای ما بیشتر ایرانیا، برداشت شخصیم هست، من فکر میکنم بیشتر ایرانیا این آگاهی رو دارن، این دانایی رو دارن دیگه، که در دورانی که زندگی میکنیم امور زندگی انسان باید بر اساس عقل خودش باشه، بر اساس عقل انسان باشه، خودش برای خودش بتونه مستقلا فکر کنه و بر پایه اون عمل بکنه. پس اگر که هنوز نتونستیم اون آزادی رو در جامعهمون فراهم بکنیم که افرادی بتونن اون چه رو میاندیشن در هر زمینه‌ای که میاندیشن آزادانه بیان کنن و آزادانه به نقد بگذارن و زندگی رو بر اون مسیر پیش ببرن، از این در واقع کاستیه که داریم دیگه در حکومت به اونجا رسیدیم. و اگر نمیخوایم کار کنیم به اون سختیه برمیگرده، یعنی یا تنبلیم یا شجاعتش نداریم. این واقعیت است که ما باید این نقد رو متوجه خودمون به عنوان ملت ایران عرض میکنم، این رو بپذیریم. این رو ما امروز میدونیم، وضع زندگیمون رو میبینیم، وضعیت دنیا رو میبینیم، مقایسه میکنیم. اگر که نمیتونیم تغییر بدیم، از این دو حالته، یا اینکه میتونیم بگیم داریم هزینه رو میدیم، شجاعتش رو داریم و انرژیش هم داریم، در واقع تلاشمون هم میکنیم و بپذیریم که زمان میبره، زمین خوردن داره، ولی به نتیجه میرسه. یعنی به روشنایی رسیدن، به انلایتمنت رسیدن، کانت میگه که اجتناب ناپذیره، این چیزی نیست که جلوشو بشه گرفت، یک مسیری است که باید باشه. حالا من نمیگم که الزاماً حتما این گونه خواهد بود در زمانی که ما میبینیم و هستیم برای همه خواهد بود، ولی من نظر کانت رو فقط بود. اگر بپذیریم این رو، خب ملت ما هم داره در اون جهت میره و فقط کافیه که به خودش اعتماد داشته باشه، اون عاملیت خودش رو بپذیره و بر پایه عقل خودش عمل بکنه، که اون شرط دیگری که واقعا اساسی است برای وجود آوردن آزادی رو در قالب اون چارچوب حکومتی بتونه برای خودش فراهم بکنه، که در واقع به روشنایی برسیم که شرط اساسی مدرن شدن. ممنونم. خیلی ممنون، مرسی. نفر بعدی که نوبت گرفتند آقای عباس دانشور، بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، سلام میکنم شما و دوستان. این که غرب به هر حال پیش قراول مدرنیسم شد و سنت رو پشت سر گذاشت، در نتیجه تقریبا یک قرن چلنج ها و جنگ ها بوده. ما یک بار در مهستان راجع به جنگ های صلیبی، جنگ های 80 ساله صلیبی داشتیم، صحبت میکردیم، و تا اینکه ایده های رنسانس اومد، صنعت چاپ اومد و تأثیر فلاسفه غرب مثل اراسموس، لوتر و غیره رو داشتیم، تا اینکه رسیدیم به عهدنامه وستفالی، که در عهدنامه وستفالی مقوله و مسئله مرزها و مقوله ملت دولت به وجود آمد. به هر حال در قرن 16 و 17 بود که مسئله اومانیسم مطرح شد و میرسیم به کشور خودمون ایران. از زمان قاجار، از زمان محمدشاه به بعد، در حقیقت به نظر من مسئله مدرنیسم توسط روشنفکران ایرانی که به خصوص عده‌شون در زمان به خصوص ناصرالدین شاه در استانبول و بعضی از شهرهای روسیه روزنامه‌های پخش می‌کردند، می‌نوشتن و مثل روزنامه قانون، روزنامه یک کلمه، مقوله، اولین مقولاتی که مربوط به مدرنیسم شد تو جامعه ما اینا مطرح می‌کردن و اکثرا الگوهاشون هم غرب بود. حتی ملکم خان خیلی آرزو داشت که ایران یک کپی باشه از انگلستان مثلا، ولی در این حال اینها در به روشنگری بسیار کمک کردن در ایجاد مشروطه. مدرنیسم هم در عرصه‌های مختلف به وجود اومد، در عرصه هنر، در عرصه جامعه، و به هر حال مسئله عمدهش هم عقل‌گرایی و فردگرایی بود. سنت در حقیقت
دگمه‌هایی در خودش داشت که مدرنیسم باش در افتاد. خدمت شما عرض شود که در ایران خودمون مدرنیسم با یک چالش‌های روبرو شد، همونطور که دوستان گفتن، مثل خود سنت، استبداد یا عدم درک روشنفکران برای جامعه، و اینها همه موانع سر راه مدرنیسم بودن. به هر حال مشروطه یک شتابی بخشید به مدرنیسم در ایران به نظر من، و اینم باید اشاره کنم که گفتم از زمان محمدشاه، چون به هر حال مسئله ما در تاریخ ایران که کمترم بهش صحبت شده بود تا اینکه اخیراً بعضی از روشنفکرها بهش توجه دارن، مسئله جنبش بابی بود که در جنبش باب علی محمد باب و 17 نفر جوانان دیگری که گروه نمیدونم حی یا هم چیزی معروفن، اینها با خواهان یک نوع تحول در بازبینی به مقوله مذهب شدن. مثلا اولین کاری که کردن فتوا رو یه امر مردودی میدونستن، چون میدونیم تو تاریخ مشروطیت فتوا چه تأثیر گنده‌ای در تأثیر عظیمی در جنبش مشروطه داشت، و اینها به هر حال یه نوع مدرنیسم رو با خودشون میخواستن بیارن که به هر حال با قتل رهبران این جریان و حتی همزمان قتل وزیر امیرکبیر و نخست وزیر مدرن ایران که دست به تأسیس دارالفنون زد که یک منبع مرکزی بود برای مدرنیسم و آموزش و تحول فرهنگی برای جامعه ایران، اون هم به دسیسه روحانیت یا دینکاران اون زمان به قتل رسید. یعنی در حقیقت یکی از چالش‌های بزرگ ما در برابر مدرنیسم در کنار استبداد حکومتی و استبداد مذهبی بوده که دوستان هم اشاره بهش کردن، و به نظر من این مسئله آن که مردم چگونه با فرهنگ مدرن و با مدرنیسم آشنا میشن نیاز به یک تحول بزرگ فرهنگی است که بارها در همین حزب خودمون راجبش صحبت کردیم، و یکی از خواسته های به هر حال مردم ایران ما داشتن، یعنی حقوق مردم ایران، حقوق بر حقشون، برخورداری از سازمان ها و نهادها و آموزش درست و صحیح و مدرن و سکولار و دموکراتیک خواهد بود. خیلی متشکرم، فعلا من بس. خیلی ممنونم از شما. آقای افشین بابازاده نفر بعدی هستن که نوبت گرفتن، بفهمید آقای بابازاده. سلام به دوستان. نکاتی که در صحبت‌های دوستان مطرح شد بسیار جالب، به خصوص در این ویدیو که تهیه شده بود، در این کلیپی که تهیه شده بود. ببینید، اگر 120 سال پیش آدمی مثل تقی‌زاده چنین پاسخی رو به میرزا آقا کرمانی میده و یک نفر بود، اگر تقی‌زاده میاد در اروپا و با دست خالی مثلا کاور در میاره و مسائل امروز جهانی رو در رابطه با ایران و غیره رو مطرح میکنه، تعدادشون انگشت شمار بودن واقعا، و تعداد حتی اون مجله هم انگشت شمار بود، به صد تا هم نمیرسید وقتی به ایران میرسید. و به طور کلی اون کنشی که بود در اون زمان بسیار بسیار در حد خیلی محدودی بود، و ولی خب امیدوار بودن. شما فکر کنین اگر ما زندگی میکنم در دورانی که 99% جامعه بی سواد بودن و واپسگرا زندگی میکردن، حکومت واپسگرایی بود، همه چی دسته مش آخوند و ملای دزد و دروغگو بود به قول کسروی، و شما حالا بخوای یه حرف درستی هم بزنی و فهمیدی دنیا دست کیه و بیدار شدی، ولی در زمانی که ما زندگی میکنیم دوستان، این تعداد تقی‌زاده ها بسیار زیاد هستن، تعداد آخوندزاده ها به صدها هزار نفر میرسن، شاید به میلیون ها آدم میرسن، و این به نظر من اون جنبه، این که به هر حال کانت اگه میگه جلودار داشت نمیتونی بشی، به هر حال جهان جامعه بشری میره به اون طرف، به هر حال من شخصا اعتقاد ندارم که باید خودجوش فکر کرد که این تغییرات میشه و جامعه میره فوج رو. بله، خودجوش ارگانیک میشه تصور کرد و به اصطلاح فکر کرد که میشه خودجوش برسه جامعه به یه چیز بهتری، اما واقعیت اینه که نهایتا دست خود در دست اون مردم اون کشور هستش که بتونن که این تحولات جدی بگیرن. اگر تقی‌زاده، اگر آخوندزاده
در اون جامعه بسیار پسرفته ایران بتونن تنهایی به این نتیجه برسن که باید کاری بکنن و تغییری صورت بدن در جامعه و نظری بدن و فکری رو منتشر بکنن، امروز به هر حال با تمام کمبودها و مشکلات که وجود داره ما در مورد خیلی بهتری هستیم، چون که جمهوری اسلامی نتونسته در مقابل مثلا یکی از الیمنت های مدرنیزم که آزادی به صورت حجاب هست، آزادی زن هست، جلوی اینا بیست. هنوز که هنوزی میکنه اینا رو زندان به خاطر یک امر بسیار ساده 15 سال 20 سال زندان، ولی بازم این زنها میان بیرون و این دخترها میان بیرون و اعتراض خودشونو با بیهجابی با اعتراضای مختلف نشون میدن. پس این نشونده های خیلی امیدوار کننده هستش. فقط تنها چیزی که مونده این هستش که اون اراده‌ای که در زمان پیش از مشروطه و زمان مشروطه بین روشنفکرها و اندیشمندان اون موقع و سیاستمداران اون موقع بودش که فکر میکردن باید زمانن در دست خودشون بگیرن و تغییر بدن، اون فقط المنتیست که به نظر من باید اجرا بشه، چون که جامعه ما در هر موردی به نظر من آمادگی نداره که به طرف جامعه مدرنی بره، تغییرات جدی ببینه. بله در هر جامعه شما عوامل پسگرا و واپسگرا و عقب افتاده و مذهبی و خرافاتی رو پیدا میکنین، از آمریکا بگیرین تا انگلستان تا آلمان تا همه جا، اما اون که مهم نظام هستش. من فکر کنم من امیدوار هستم به اینکه جامعه ایران بتونه اونجا برسه با در دست گرفتن سرنوشت خودش، و این سرنوشت خودش رو میتونه در دست خودش بگیره. اگر 100 سال پیش تعداد انگشت شماری دست به این اقدام زدن، امروز این اقدام به نظر من جنبه خیلی مردمی و عمومی تری داره. متشکرم. خیلی ممنونم. آقای دکتر، نقطه نظر شما راجع به بحثی که شد چیه؟ بله، عرض کنم که من وقتی که در شاید 2 سال پیش بودش که این مطالب رو در کلاس‌های کادرسازی حزب مطرح می‌کردیم و بعد شما لطف کردید و این رو تبدیل کردید به اون ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد، که در واقع من امروز راحت کرد که من زیاد پرگویی نکنم، صورت مسئله رو در واقع مطرح کردیم و راه حلش به نظر من هنوز مورد بحثه و هنوز کسی نتونسته جواب درستی بده. علتش هم این است که این قضیه مرغ و تخم مرغه، یعنی میگویند که خیلی خوب ما میخواییم که از این دوراهی بیایم بیرون و حوالت تاریخی ما هم اینه که ما هم مثل غرب بشیم، ارزش‌های غربی رو در جامعه خودمون ساری و جاری بکنیم. ادعی میگویند که تا این فرهنگ درست نشه ما به جای کارمون نخواهد کشید، اما ادعی دیگه میگن که نه، اول ما باید قدرت سیاسی رو تصرف بکنیم و این قدرت سیاسی بتواند عامل این بشود که قطار فرهنگ و تمدن ما از روی این ریل برداشته بشه روی اون ریل. هیچ کسی تا حالا نتونسته نظر خودشو بر دیگری عرض کنم که بچرگونه و به یکی حرف من با استدلالی که میکنه درسته. در نتیجه ما توی این دوگانگی گیر کردیم، راه حل هم پیدا نکردیم. آیا ما سکولار دموکرات که میخواهیم که در مملکت خودمون یک حکومتی داشته باشیم که هم سکولار باشه و هم دموکرات باشه، باید دستامون رو دست بگذاریم و بشینیم منتظر که اول در جامعه فرهنگی به وجود بیاد که اون فرهنگ به ما اجازه بده که بتونیم مثلا راه رو باز بکنیم برای سکولار دموکراسی، یا اینکه نه، باید قدرت رو تصرف کرد و به کمک اون قدرت این تغییر فرهنگی رو در جامعه ایجاد کرد. خب اگر که این راه دوم رو ما بگیم درسته، اون وقت در واقع این تیکه دموکراسی ما مورد سوال قرار میگیره دیگه، چون قراره نیروهای معتقد به این که ما هم باید به قافله تمدن بشری بپیوندیم میان قدرت سیاسی رو تصرف میکنن و در اون صورت نمیتونن به صورت دموکراتیک عمل بکنن،
برای اینکه خب اگر که جامعه آماده نشده باشه برای این فرهنگ، خب انتخابات هم بذارن باز اون دسته اکثریت رو به دست میارن تا این دسته. این دوگانگی الان به نظر من در سطح تفکر روشنفکری ما وجود داره. شما نگاه بکنید راجع به فرهنگ ایران شهری صحبت میشه، راجع به رنسانس ایرانی صحبت میشه، ولی همه اینها رو میگویند این اتفاقات باید بیفته، آخوند باید قدرت خودش رو در جامعه ما از دست بده، همه این حرفا فراهم بشه تا اینکه بعد بشه بتونیم برسیم به سکولار دموکراسی. من حرفم، یعنی خب منم قاطی همین فکرها جلو آمدم و دارم کار میکنم و میاندیشم، من اصرارم همیشه این بوده که ما وقتی که میگیم سکولار دموکراسی، یک تقدم و تأخری رو هم براش قائلیم. یعنی معتقدیم که اول ما باید روی سکولاریسم کار بکنیم، از اون طریق برسیم به دموکراسی، وگرنه محال است که با تغییر مثلا حکومت فعلی آخوندان برن بیرون ما بتوانیم به سکولار دموکراسی برسیم. و در نتیجه یک دوران عرض کنم که اسمشو هرچی که میخواییم بذاریم، به حال دموکراتیک به اون صورتی نخواهد بودش که در تصورها وجود داره که این آخوندها برن کنار، این حکومت از بین بره و دموکراسی بر ایران برقرار میشه. اعتقاد من یکی این بوده است که ما اول از در سکولاریزم باید وارد این ماجرا بشیم، تضمین بکنیم که حکومتی که جانشین حکومت آخوندها میشود یک حکومت سکولاره، و این سکولاری اون وقت کمک بکند به این که از یک سو ما تمام فشارهای مذهبی و ایدئولوژیک رو برداریم از روی جامعه، اظهار عقیده، داشتن عقیده، تبلیغ عقیده، برخورد عقیده رو زیر چتر سکولاریسم نه دموکراسی برقرار بکنیم، تا از دل این گفتگوی ملی که پیش میاد اون وقت زمینه فراهم بشه برای اینکه ما به دموکراسی هم برسیم. اینی که من الان فقط دارم عقیده خودمو میگم، توی اون ویدیویی که داشتیم اصلا به این مسئله نپرداختم به عنوان پاسخ به اون صورت مسئله، و شاید لازم باشه مثلا در یه جلسه دیگه‌ای راجع به این صحبت بکنیم که آیا سکولار دموکراسی با هم میتونه در جامعه ما بیاد، دموکراسی اول میاد سکولاریسم دوم میاد، یا اول سکولاریسم میاد و دموکراسی دوم میاد. اینا مسائلیه که من دعوت میکنم دوستان رو که بهش بیاندیشند و بتونیم در جلسات آینده پادکستمون راجع به اینم صحبت بکنیم. مرسی. دوستان عزیز، به پایان پادکست این هفته رسیدیم. به امید اینکه با تلاش مبارزان سیاسی داخل و خارج کشور تمامی بندهای احکام شرعی از قانون اساسی کشورمون کنار برن و مردم ایران بتونن به همه ارزش‌های جهان مدرن برسن. بدرود.